تشکر از انجمن آزادی اندیشه و ایران آکادمیا که این فرصت رو در اختیار من گذاشتن که با دوستان از طریق این وبینار در تماس باشم و در رابطه با کتاب جدید خودم ایران پسا انقلاب کتابچه راهنما یک توضیحات خدمت دوستان خواهم داد و بعدش هم وقت کافی رو سعی می‌کنیم باشه که بتونیم به سوال‌هایی اگر هست پاسخ بدیم. عرض کنم این کتابی که ازش صحبت میشه این یک کتاب حجیمی هست در 850 صفحه که دو ماه پیش در امریکا بیرون اومده، حاصل 14 سال تحقیق هست که کاری هست که من با آقای کوروش رحیم‌خانی انجام دادم و حالا امیدواریم که به موقع هم در ایران هم ترجمه بشه و بیرون بیاد. در رابطه با دلایل نوشتن این کتاب اجازه بدین اینو بگم که من معتقدم آن چیزی که در سال 1357 اتفاق افتاد واقعا به معنی تمامی کلمه یک انقلاب بود. ما در علم علوم سیاسی یکی از تعاریفی که برای انقلاب داریم این هست که واقعا یک گروه جدید با سابقه کاملا متفاوتی بیان و به قدرت برسن و در جمهوری اسلامی این وضع کاملا شروع شده انجام شد. یعنی چیزی بالایی میشه گفت که 99 خورده ای درصد از کسانی که به قدرت رسیدن افراد کاملا جدیدی بودن و آنچه که ایجاد کردن یک حکومت بسیار پیچیده است که اگر به اسلاید شماره 2 نگاه بکنین ما سعی کردیم یک نموداری به دست بدیم از این ساختار حکومت که واقعا چقدر پیچیده است. میشه گفت که حکومت جمهوری اسلامی نه تنها نهادهای پیشین خودش رو که از زمان شاه به ارث رسیده بود، بلکه نهادهای بسیار دیگری رو هم که نهادهای منحصر به فردی بودن مثل شورای نگهبان و تشخیص مصلحت و غیره رو هم اضافه کرده و به هر حال یک دولت تنومندی رو ایجاد کرده. اما اتفاقی که افتاده این است که با وجود اینی که حدود 40 سال از انقلاب گذشته تا به حال، متاسفانه ما تا به حال یک مطالعه تجربی یا امپیریکال بزرگی در رابطه با این رجال سیاسی بعد از انقلاب نداشتیم. کاری که در رابطه با رجال قبل از انقلاب انجام شده، اشاره من به تحقیقات بسیار جالب خانم زهرا شجیعی هست یا کتابی که آقای ماروین زونس استاد امریکایی در رابطه با نخبگان سیاسی ایران قبل از انقلاب نوشتن، ولی در رابطه با بعد از انقلاب یک کاری این شکلی صورت نگرفته بود و این نیاز حس میشد. آنچه که برای من یک تلنگری شد برای اینکه این کار رو انجام بدم وقتی بود که یک مقاله از نماینده پیشین تبریز در مجلس آقای اکبر علمی خوندم که در اون گفته بود که یه چیزی حدود 200 نفر از اول انقلاب تا به حال ایران رو به اصطلاح کنترل کردن و این نخبگان اصلی این 200 نفر هستن. به نظر من رسید که من هیچ معیاری، نه من نه دیگران، هیچ راهی نداشتیم که این حرف آقای علمی رو بخوایم راستی آزمایی بکنیم و ببینیم که آیا واقعا این شکل هست یا نیست. برای همینم تصمیم گرفتیم که بیایم و یک بانک اطلاعاتی درست بکنیم در رابطه با این رجال سیاسی که خوشبختانه این کار انجام شد و ما تونستیم اطلاعات 2300 نفر از رجال سیاسی رو از روز اول انقلاب تا به حال رو در یک بانک اطلاعاتی قرار بدیم که بتونیم این به اصطلاح تحقیق تجربی خودمون رو پیش ببریم. در مورد هر فرد چیزی بالغ بر 40 نوع اطلاعات رو ما در اینجا جمع کردیم. برای مثال محل تولد، شغل پدر، اسم پدر، تحصیلاتشان، مشاغل قبلی که داشتن، آیا جبهه رفتن، آیا از خانواده شهید هستن، اگر روحانی هستن رتبهشون چیه، حجت الاسلام هن، آیت الله هن و عرض کنم استاداشون کی بوده و غیره و غیره و غیره. تصمیمی که گرفته شد این بود که افراد رو که فقط در مشاغل رسمی دولتی هستن منظور بکنیم، یعنی کسایی که در بالای هرم سیاسی میشه ازشون نام برد، به عبارتی رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، نخست وزیر، وزرا،
نمایندگان مجلس، خبرگان، تشخیص مصلحت، رؤسای ارتش و سپاه، قوه قضاییه، عرض کنم نماینده ایران در اوپک، در سازمان ملل و اینجور مشاغل و نه مشاغل پایین تری از اینها مانند سفرا، ائمه جمعه، عرض کنم استاندار، فرماندار، اینها رو ما حساب نکردیم به چند دلیل. اولا اینکه خب اضافه کردن این افراد یه این پروژه رو هیچ وقت نمیذاش تمام بشه چون حجم کار بسیار زیاد هست، و دوم اینکه اطلاعات متاسفانه کاملی در رابطه با این نوع مشاغل وجود نداره. یادمون باشه که این تحقیقی که ما کردیم از 1979 شروع میشه، دورانی که قبل از اینترنت هست، و بنابراین دست یافتن به این نوع مشاغل کار بسیار مشکلی بود و امکان پذیر نبود. البته این رو باید در گیومه اضافه بکنم که این افرادی، این 2300 نفری که ما در این بانک اطلاعات داریم، بسیاری از این گونه مشاغلی رو هم که گفتم در دیتابیس ما شامل نمیشن رو قبلا داشتن. یعنی وقتی که شما به زندگی نامه‌شون رو نگاه میکنین میبینن ائمه جمعه بودن، عرض کنم استاندار بودن، فرماندار بودن، معاون وزیر بودن و غیره و غیره. بنابراین این خوبی این تحقیقی که شده این هست که اطلاعات بسیار وسیعی در رابطه با این نوع مشاغل رو هم به ما به دست میده در این رابطه. خب یک دلیلی که یک کاری که می‌خواستیم در این کتاب بکنیم این بود که سعی کردیم برخلاف روال معمول زندگی نامه نخبگان نویسی در ایران که در اصل به نظر من عمدتاً میشه شرح حال بزرگان با تعریف و تمجید، ما سعی کردیم به هیچ وجه یک چنین کاری نکنیم. یعنی از افراد به هیچ وجه تعریف و تمجید نشه، تنها و تنها حقایق، آمار، ارقام، اطلاعاتی که به اصطلاح بر اساس واقعیت هست در مورد افراد رو ذکر بکنیم و نه تحلیل گفتمانی بکنیم، نه بخوایم افراد رو روانشناسی فردی بکنیم. و حتی در این کتاب سعی کردیم هیچ گونه تحلیل سیاسی هم ارائه ندیم، چون الان توضیح میدم چرا، که برای اینکه فکر کردیم که این به اصطلاح مواد خامی که ما در اینجا جمع کرده ایم امکان رو میده که محققین دیگه تحقیقات بیشتری رو در رابطه با ایران انجام بدن که بسیار به قنای بحث سیاسی یا تحلیل سیاسی در ایران بتونه کمک بکنه. خب در کنار گردآوری زندگی نامه این 2300 نفر، ما یک اطلاعات به نظر من در خور توجه دیگری رو در رابطه با موضوعات مربوطه نیز در این کتاب گنجاندیم. برای مثال یک تاریخچه 30-40 صفحه‌ای هست در کتاب که وقایع مهم سیاسی ایران رو بعد از انقلاب رو به شکل یک تاریخچه یا یک کرونولوژی به دست میده. عرض کنم که آمار تمام انتخاباتی که در این 40 سال در ایران برگزار شده رو در اونجا گذاشتیم، شناسنامه بیش از 400 حزب و گروه و دسته چه قانونی که امروزه فعالیت میکنن، چه دسته هایی که غیر قانونی اعلام شدن رو در این کتاب گذاشتیم و مشخصات رهبریشون و غیره در اینجا اومده. پیوندهای خانوادگی بین نخبگان رو ضبط کردیم و همچنین لیستی از نهادهای تازه تأسیس انقلابی که بعد از انقلاب وجود اومده رو در این کتاب گنجاندیم. به عبارتی پس اگر من به خودم بتونم حق رو بدم، فکر میکنم این کتاب رو میشه به حق یک دایره المعارف سیاست در ایران بعد از انقلاب دانست که واقعا برای هر نوع محصل یا هر محققی که در رابطه با ایران بعد از انقلاب بخواد کار بکنه به اطلاعات مندرج در این کتاب نیازمند است. اطلاعاتی هم که من دارم ازش صحبت میکنم اطلاعاتی هستن که همه بر اساس منابع عمومی و نه مخفیانه تهیه شدن، و به نظر من یکی از دستاوردهای این کتاب حفظ اطلاعات و تاریخی است که در 4 دهه اول انقلاب صورت گرفته. خب در رابطه با اینکه این کتاب چه نوع میتونه ارزشی داشته باشه برای محققین، اجازه بدین این رو بگم. برحال من در گیر تحلیل سیاسی ایران بودم در این 4 دهه گذشته و میتونم بگم که متاسفانه
عمده تحلیل های سیاسی که در رابطه با ایران بعد از انقلاب ارائه میشه تحلیل های تئوریک نظری هستند که عمدتا مبتنی بر هیچ گونه آمار و ارقام مشخصی نیستن، یا اگر آمار و ارقامی هم مطرح میکنن مثلا در رابطه با یک حزب یا یک به اصطلاح انتخابات هست و نه چیزی بیش از این مسئله. بنابراین ما تا به حال دوچار این مشکل شدیم که تحلیل هایمون آنچنان ارتباط تنگاتنگی با وقایع یا با فاکت های سیاسی نداشته. این کتاب به نظر من بخش زیادی این مشکل رو سعی کرده جبران بکنه و به محققین این اجازه رو بده که با کنکاش در صفحات این کتاب بتونن نظرات تئوریک خودشون، گذشته خودشون رو یا تکمیل بکنن یا به چالش بکشن اونها رو و به دیدگاه های جدیدی برسن. برای مثال اگر ما علاقمند هستیم که از منظر طبقاتی بخوایم جمهوری اسلامی رو ارزیابی بکنیم، حالا فکر میکنم که این اطلاعات مندرج در این کتاب نه برای همه، چون متاسفانه اطلاعاتش کامل نیست و قابل دسترسی هم نبود، ولی برای بخش زیادی از مثلا وزرا، از نمایندگان مجلس یا اعضای خبرگان و غیره این امکان رو فراهم میکنه که ما بتونیم جایگاه طبقاتی افراد رو نگاه بکنیم. یا برای مثال اگه میخوایم به مسئله جنسیت در ایران نگاه بکنیم و ببینیم حضور خانم ها در سیاست چه شکلی هست، حالا آمار دقیقی داریم از چه از کاندیدا بودنشون چه از نماینده شدنشون یا غیره. یا اگر حتی بخوایم تحلیل استانی بکنیم، مثلا ببینیم که به غیر از تهران چه استانهایی در سیاست ایران مهم بودن، یا این افرادی که اومدن جزو رجال سیاسی شدن آیا عمدتا از مراکز استانها اومدن یا از شهرها و دهاتهای کوچک استانها اومدن، تحصیلاتشون چیه، پیشینه سنی و تحصیلی این افراد چیه، تعداد مشاغلشون چه شکلیه، وابستگی حزبیشون چیه. تمام این نوع مسائل رو به نظر من در این کتاب متونستیم تا بخش زیادی به این پاسخ، به این چالش ها پاسخ بدیم. صحبت از چالش شد، اجازه بدین یکم یک ذکر مصیبتی هم بکنم از اینکه واقعا چقدر جمع آوری اطلاعات در رابطه با یک پروژه مانند این سخت بود و چرا این کار واقعا 14 سال طول کشید. همینجوری که گفتم یه بخشش برمیگرده به اینکه ما دوران قبل از اینترنت بودیم و متاسفانه اون به اصطلاح اطلاعاتی که لازم بود رو به سختی میشد به دست آورد، بخصوص وقتی که شما در خارج از کشور هستید. دوم اینکه ما با یک افراد گمنامی سر و کار داشتیم که میان و در جمهوری اسلامی به یک مقامی میرسن. برای مثال شما به سابقه بسیاری از نمایندگان مجلس که نگاه میکنید میبینید که اینا افرادی بودن بسیار بسیار گمنام، به خصوص در مجالس مثلا اول، دوم، سوم و غیره. بنابراین پیدا کردن اطلاع در رابطه با این افراد هم بسیار مشکل بود. مسئله سوم نگاه امنیتی بوده که دولت به مسئله اطلاعات داشته و متاسفانه عدم شفافیت اطلاعات در ایران، یا اینکه اطلاعات متناقض دادن و یا نیمه تمام دادن، امکان راستی آزمایی رو بسیار بسیار مشکل کرده. برای مثال وقتی افراد میگن که ما در ایران از دانشگاه X یک مدرک تحصیلی گرفتیم، برای ما این امکان پذیر نبوده که بریم و راستی آزمایی بکنیم این ادعای اونها رو. در رابطه با خارج از کشور این کار رو کردیم تا حد زیادی، ولی در رابطه با داخل کشور این کار امکان پذیر نبوده. خب به هر حال حالا اجازه بدین که بیایم و بعد از این مقدمه یه مقدار یافته های این کتاب اشاره بکنیم. اگر لطف کنین دوستان و اسلاید شماره 3 رو در صفحه بگذارن، من در رابطش با یک مقدار توضیح بدم. و این در اینجا چیزی که میبینین همون نرخ تصدیگری هست که یک دقیقه پیش بهش اشاره کردم. ببینین شما وقتی ما در ایران هم نهادهای انتخابی داریم و هم انتصابی، درسته؟ آنچه این آمار و مطالعه آماری ما نشان میده این هست که میبینین در رابطه با نهادهایی که انتخابی هستن، برای مثال پارلمان، نرخ متوسط
تصدیگری چیزی حدود 32% هست. یا در رابطه با مجلس خبرگان که باز هم انتخابی هست، نرخ 52% میشه. اما در رابطه با تشخیص مصلحت که نهادی غیر انتخابی هست، یا در رابطه با شورای نگهبان که اون هم غیر انتخابی هست، میبینید که نرخ تصدیگری به یا 70 یا 73% هست. یعنی یه تفاوت واقعا 40% به وجود میاد در اینجا که بیان کننده این هست به نظر من، لحاظ تحلیل من، این که تغییر در جمهوری اسلامی، اگر جمهوری اسلامی رو به عنوان یک هرم سیاسی در نظر بگیریم، تغییر در پایین هرم در نهادهای مانند مجلس به وجود میاد که خب اونم دلایل خاصی داره، همین که نمایندگان انتخاب نمیشن، مردم بهشون رأی نمیدن، و همین که شورای نگهبان این افراد رو رد صلاحیت میکنه برای دور بعدی. اما در نهادهای انتصابی در از همون افراد هستن که دوباره و دوباره و دوباره پشت سر همدیگه انتخاب میشن و به مشاغل میرسن. پس بنابراین اگه ما میخوایم تحلیل بکنیم در رابطه با اینکه چقدر امکان تغییر در جمهوری اسلامی وجود داره، به نظر من باید با این آمارهای مقدار کشتی گرفت. حالا بریم سراغ اسلاید شماره 4. من گفتم که در رابطه با شغل پدران صحبت بکنیم، یه نمونه دارم خدمتتون عرض میکنم اینجا، و این هم شغل پدران هست که در مجلس اول نماینده بودن. آنچه به وضوح در این اسلاید شما مشاهده میکنین این هست که تعداد اکثریت، یعنی واقعا چیزی بالغ بر شاید 70% نمایندگان مجلس اول، فرزندان روحانیون، کشاورزان و کسبه بازار هستن. آنچه که جالب هست این هست که اقشار مدرن جامعه، برای مثال مهندس و دکتر و استاد و غیره، تنها 2% پدران افراد نمایندگان مجلس اول یک چنین مشاغلی داشتن. بنابراین اگر بخوایم واقعا از این راز تحلیل طبقاتی مطرح بکنیم، میشه گفت که بله، با انقلاب یه چنین تغییر صورت میگیره و یک گونه افراد به این شکل به سر کار اومده. خب حالا بریم به سراغ اسلاید 5 که در رابطه با مسئله سن هست. به هر حال همونجور که میدونیم در اول انقلاب افرادی که به مشاغلی مانند وزارت یا مجلس رسیدن افراد جوانتری بودند، ولی در نهادهای غیر انتخابی چه مانند تشخیص مصلحت یا شورای نگهبان، همونجوری که در اینجا میبینین طرف چپ جدول شورای نگهبان هست و طرف راست جدول تشخیص مصلحت. چیزی که جالب هست این است که میبینین که میانگین سن در اینجا چه شکلی تغییر میکنه. برای مثال میانگین سن اولین مجلس خبرگان 50 بوده، در حالی که در آخرین دوره فعلی این رقم به 66 میرسه. یا در رابطه با تشخیص مصلحت ما از 55 به 68 رفتیم. به عبارتی افراد چون بیشتر هم همون هایی هستن که مرتب انتخاب میشن و در این حال دارن مسنتر هم میشن، میانگین سنی داره در تمامی نهادها بالا میره. یعنی اون جوانگرایی که در اول انقلاب بود امروزه دیگه نمیشه واقعا ازش صحبتی کرد. یک نمودارش اگه به اسلاید 6 حالا رجوع بکنیم، خواستم چیزی در رابطه با به اصطلاح تجربه زندان رفتن و اینم بگم، این چیزی که من براتون دارم نشون میدم همه تنها نمونه هستن. این کار در رابطه با تمامی این نهادهایی که دارم صحبت کردم تا بار راجبشون انجام شده. اما برای مثال اینجا اومدیم و نگاه کردیم به سمت چپ به نمایندگان مجلس خبرگان و در سمت راست به نمایندگان مجلس. خواستیم ببینیم که خب چه درصدی از این افراد قبل از انقلاب تجربه زندان رفتن دارن. ببینین یکی از معیارهای انقلابی بودن در نگاه جمهوری اسلامی این بوده که شما قبل از انقلاب زندان رفته باشید. حالا اینجا اتفاقات جالبی رو ما داریم میبینیم. برای مثال میبینین که 43% افرادی که در اولین دوره مجلس خبرگان بودن تجربه زندان رفته بودن. امروزه اما
این درصد برای مجلس فعلی خبرگان رسیده به 23%، یعنی یک نزول 20% رو ما در اونجا شاهد بودیم. حالا در رابطه با مجلس چی؟ میبینین که در مجلس اول، در اون رقمی که به شکل قرمز هم هست، 27% نمایندگان از این 327 نفری که در مجلس اول بودن، چون یادمونه که با مسئله بمب‌گذاری در مجلس حزب جمهوری اسلامی انتخابات مجدد برگزار شده و تعداد زیادی بیش از اون 200 نفری که لازم بوده به مجلس براز راه یافتن. به هر حال حالا در امروز در مجلس فعلی تنها 2%، یعنی تنها 6 نفر از نمایندگان فعلی مجلس هستن که در قبل از انقلاب تجربه زندان رفتن دارن. پس بنابراین تغییراتی که داره صورت میگیره هم از لحاظ سن هست، هم از لحاظ عرض کنم که سابقه مانند مسئله زندان رفتن هست. خب حالا بریم سراغ اسلاید بعدی، اسلاید شماره 7 که در رابطه با استانهای مختلف است. ببینین ما بحث ما این بوده که در قبل از انقلاب همواره ما میگفتیم که سیاست در زمان شاه سیاست تهران محور بوده و این به اصطلاح رجال تهرانی بودن که اومدن و عمده مشاغل رو در دست گرفتن. خب ما علاقه من بودیم ببینیم که در بعد از انقلاب چه اتفاقی افتاده. این نمودار داره به شما نشون میده که تهران، این از لحاظ تعداد کل هست و باید اینو ذکر کنم که شاید صحیح‌تر این بود که ما این رو بر اساس به اصطلاح جمعیت استان نرمالایز می‌کردیم که نکردیم. بنابراین چیزی که دارین می‌بینین درصدی از کل 2300 نفری است که در این بانک اطلاعاتی ما وجود دارن. تهران هنوز هم یه سر و گردن بالاتر هست از دیگران، ولی می‌بینین که اصفهان دومین استان مهم به نظر من سیاسی ایران است. بعدش ما فارس رو داریم، خراسان رضوی رو داریم، آذربایجان شرقی رو داریم، خوزستان، گیلان و همینجور میان پایین. اگر به نام استانهایی که در سمت راست جدول قرار دارن اما نگاه بکنین، متاسفانه میبینین که استانهایی که ما در ترمینولوژی به اصطلاح بحث در ایران بهشون میگیم استانهای محروم، اینها هم چنین کمترین سهم سیاسی رو هم در تولید نخبگان داشتن. برای مثال در آخر صف کوکیلیه و بوی رحمت هست، قبل از اون هرمزگان هست یا بوشهر هست، خراسان جنوبی هست، ایلام هست، خراسان شمالی هست و غیره. و ضمناً در اونجا یک علامتی هم برای رجالی که در عراق به دنیا اومده بودن رو هم ما اونجا گذاشتیم. به هر حال حرفی که میخوام بزنم این است که به نظر میاد که اون توسعه نابرابر که یکی از خصوصیات توسعه سیاسی در ایران قبل از انقلاب بوده، کماکان در بعد از انقلاب هم وجود داره. خب حالا بریم سراغ اسلاید بعدی، اسلاید 8 که در رابطه با مسئله جنسیت هست. ببینین این به نظر من یکی از فجایع جمهوری اسلامی رو در این اسلاید میشه شاهدش بود و اون این که از این 2300 نفری رو که ما به تحلیلشون برخواستیم، تنها 32% این افراد خانم ها هستن. یعنی به عبارتی تا به حال هیچ خانمی در شورای تشخیص مصلحت نبوده، در شورای نگهبان نبوده، در مجلس بررسی قانون اساسی فقط یک خانم بود، خانم منیره گرجی. ما تنها یک وزیر زن داشتیم، خانم مرضیه وحید دستجردی که در کابینه آقای احمدی نژاد بود و هم ایشون رو هم آقای احمدی نژاد به هر حال از کارشون اخراج کرد. و بالاخره اینکه وقتی که ما به معاون وزیر میرسیم، همونجا که میدونید در ایران مشاغل مثل رئیس سازمان برنامه یا مثلا رئیس سازمان محیط زیست و معاون رئیس جمهور، اینجا یه دفعه آمار خانم ها از 0% و 3% میپره به 19 تقریبا 20%، که دلیلش این هست که چون در ایران شما لازم نیست معاون وزرا از مجلس رأی اعتماد بگیرن، یکی از شیوه هایی که رؤسای جمهور سعی کردن نشون بدن که به خواسته های زنان
احترام گذاشتن این است که یکی دو نفر رو در کابینه هاشون به عنوان معاون رئیس جمهور بگذارن که این آمار 20% رو تشکیل میده. به هر حال یعنی اگر زنان نصف جمعیت رو تشکیل میدن، میبینیم که واقعا در صحنه سیاست نخ سهم آنچنانی ندارم و میشه گفت سیاست در ایران واقعا یک شکل مرد سالار به خودش گرفته. بریم سراغ اسلاید بعد، اسلاید نهم، که در رابطه با اقلیت‌های مذهبی هست. همین بحثی که در رابطه با زنان انجام دادیم میشه گفت بخش زیادیش رو هم در رابطه با اقلیت‌های مذهبی رو هم شامل میشه. یعنی به عبارتی تا به حال ما در ایران نه یک دونه وزیر سنی داشتیم، نه یک معاون وزیر سنی داشتیم، نه یک نفر در تشخیص مصلحت یا در شورای نگهبان بوده که سنی بوده در کشور ما. در اصل وقتی که نگاه میکنیم به کل 267 نفری که دوبار در مجلس خبرگان بودن، تنها میبینیم که 2% این افراد سنی هستند که اونها هم عمدتاً نمایندگان دو استان سیستان و بلوچستان و کردستان هستند. در مجلس هم از این 1812 نفری که تا حال در مجلس بودن، تنها 84 نفر یا 4.6% هستند که سنی بودن بر اساس اطلاعاتی که ما داریم، و ضمناً 25 نفر هم از اقلیت‌های ارمنی، یهودی، زرتشتی، آسوری بودند که از اول انقلاب در مجلس ایران به اصطلاح حضور داشتند. خب بریم سراغ اسلاید بعد، اسلاید دهم، که در رابطه با مسئله سهم روحانیون و افراد سپاه هست در کابینه های مختلف. رنگ آبی در اینجا بیان کسانی هست که سابقه خدمت در سپاه رو دارن و رنگ نارنجی روحانیون رو نشون میده. خب آنچه که مشاهده میکنین، میبینین که در اول برای مثال در دوران آقای بازرگان و شورای انقلاب، کابینه شورای انقلاب، واقعا حضوری از سپاه وجود نداره. در کابینه آقای رجایی هم اینها تعدادشون کم هستن، ولی به مرور به خصوص از زمانی که میبینیم که در کابینه دوم آقای موسوی شروع میکنه رقم افرادی که سابقه سپاه داشتن بالا رفتن، که خب اینم منطقی است، روزهای آخر جنگ ایران و عراق هست و این افرادی که در جنگ بودن برگشتن یا در سپاه بودن و حالا دارن حضورشون رو در صحنه سیاست آزمایش میکنن، و این روند ادامه پیدا میکنه و میره بالا. یعنی اینکه در دوران آقای خاتمی هم به هر حال افرادی با یه چنین سابقه وجود دارن. در دوره آقای احمدی نژاد واقعا رکورد میشکنن، چون تعدادشون بسیار بسیار زیاد میشه و همونجور که میبینین تعداد روحانیون به مراتب کمتر میشه. و در دوره آقای روحانی هم بعد از آقای احمدی نژاد بالاترین درصد کسانی، وزرایی که سابقه سپاه دارن رو در کابینه آقای روحانی ما داریم مشاهده میکنیم. اینو باید خدمتون عرض بکنم که این روند افزایش افرادی که سابقه سپاه دارن نه تنها در کابینه بلکه در تمامی نهادهای سیاسی در ایران رو میشه مشاهده کرد، حتی در جایی که آدم انتظارش رو نداره. برای مثال در مجلس خبرگان من انتظار نداشتم که ببینم تعداد افرادی که سپاهی بودن در اونجا هم بالا بره، ولی بله روحانیانی داریم که در جوانیشون در سپاه هم بودن و بنابراین حالا در اونجا هم حضور دارن. بنابراین بودن سپاه در سیاست ایران به نظر من امروزه به یک مسئله قامزی تبدیل شده که دیگه نمیشه واقعا از اون رو انکار کرد و باید نگاهی که این افراد دارن رو در نظر گرفت. به عبارتی به هر حال شکل گیری شخصیت این افراد عمدتا در زمان جنگ ایران عراق بوده و میشه فهمید که چرا نگاه امنیتی دارن به مسائل یا بسیار در رابطه با سیاست خارجی نگاهی دارن که عمدتا به طیف محافظه‌کار افراد رو نزدیک میکنه. خب بریم سراغ اسلاید آخر و اون هم مسئله
تعدد مشاغل هست. من در اول صحبتم خدمتتون عرض کردم که آقای علمی گفته بودن که حدود 200 نفر هستن که در ایران از لحاظ سیاسی ببخشید سنگین وزن هستن و سیاست رو در دست داشتن. خب حالا ما اومدیم و تعداد مشاغل افراد رو گذاشتیم در این 2300 نفر و آنچه که در اینجا دارین مشاهده میکنین این است که میبینین 1340 نفر، یعنی واقعا اکثریت مطلق چیزی حدود 58% افرادی که در این بانک اطلاعاتی ما هستن تنها یک دوره اومدن و یک شغل مهمی رو داشتن. مثلا فکر کنین یک دوره نماینده مجلس بودن عمدتاً یا یک دوره وزیر بودن و رفتن بیرون. هرچی به پایین صفحه میرسیم این تعداد مشاغلی هست که بالا هستن دیگه. مثلا 5 نفر هستن که 17 شغل مختلف رو اینها در دست داشتن، افرادی مثل مثلا آقای حسن حبیبی یا آقای هاشمی رفسنجانی در این رده قرار میگیرن. بنابراین شما بسته به این که میخواین خط رو در کجا بکشین، برای مثال شما اگه بگین که خب من تحلیلم این است که هر کس از 10 تا شغل بالا داشته رو به عنوان سنگین وزن جدی سیاسی بخوام حساب بکنن، میبینین که تعداد به 25 نفر هم نمیرسه در جمهوری اسلامی، که واقعا با در نظر گرفتن جمعیت کشور این مسئله خیلی جالب است که این به اصطلاح کسانی که دستن در کار بودن اینقدر تعدادشون محدود بوده در اینجا. یعنی بیش از تنها 1% افراد رو میشه ما بگیم که بیش از 10 شغل داشته. البته این رو باید در خاتمه اضافه کنم و اون رو می که همه ما میدونیم که لزوماً اهمیت افراد با تعداد مشاغلشون نیست. شما میتونین 1 شغل داشته باشین، برای مثال ولی فقیه باشین 1 شغل داشته باشین و اون 1 دونه شغل شما از 1 نفر که 10 بار نماینده مجلس هم بوده مهمتر است. کارهای بیشتری میتونین بکنین، افراد مختلفی رو میتونین نصب بکنین یا از کار بیرون بکنین که اون آقای نماینده مجلس نمیتونه بکنه. بس بنابراین معیار تنها نمیتونه این باشه که افراد چند بار شغل گرفتن، یا به عبارتی وقتی ما نگاه میکنیم و میبینیم که علمایی هستن که در قم نشستن مشاغل رسمی سیاسی ندارن ولی به عنوان یک به اصطلاح آیت الله عظما هستن و اونها حرفشون میتونه به اصطلاح حرف یک وزیر رو تحت شعاع قرار بده و وزرا مجبور میشن که غلاف بکنن بعضی از طرحاشون رو به خاطر مخالفت یه نفر مثل مانند آقای آیت الله مکارم شیرازی. پس بنابراین این رو هم باید در نظر داشت، یعنی این کلاف سیاست در ایران به هیچ وجه فقط از نهادهای رسمی که تشکیل نشده، نهادهای غیر رسمی هم بسیار در اون سهم دارن، مهم هستن و بنابراین پرداختن به اونها هم لازم هست. البته ما همونجوری گفتم ما این کار رو در این کتاب نخواستیم بکنیم، نمیتونستیم هم بکنیم، چون همونجوری گفتم متاسفانه خیلی از این بحثا اون وقت میتونه حالت سابجکتیو به خودش بگیره و وارد این بحثا بشیم که خب مثلا وزن فلان مقام در برابر این یکی مقام چقدر هست، نظر شما میتونه با نظر من مخالف باشه و بنابراین ما وارد این مسئله نشدیم، تنها اتکا کردیم به این آماری که در رابطه با مشاغل بوده. آنچه خدمتتون گفتم واقعا چیزهای بسیار بخشای بسیار کوچکی از این کاری هست که انجام شده. همونجور گفتم 150 تا جدول هست که پرداختن بهشون و تحلیل مسئله که در اونجا مطرح شده چند روز وقت میبره و از اونجا که من میخوام وقت بذارم برای سوالهای دوستان اجازه بدین اینجا حرفم رو کوتاه بکنم و خوشحال میشم بتونم با هر گونه سوالی که داریم پاسخ بدم. با تشکر از شما. بفرمایید. اولین سوال رو آقای سجاد سپهری نوشتن که نوشته شده با توجه به آمار شاید افزایش متوسط سنی و کاهش سابقه زندان هستیم. این در بازه زمانی 40 ساله قابل توضیح است.
افزایش سن، تلاش حاکمیت برای حفظ ساختار اولیه و کاهش سابقه زندان ناگزیری تاریخی و نتیجه گذر زمان است. چون در زمان شاه آنقدر زندانی سیاسی نبوده است. آیا این متغیر از زاویه دید شما چگونه توضیح و تفسیر می شود؟ بله، عرض کنم که حرف ایشون کاملا درست است. همینجور که میگن هم در رابطه با آمار زندانیان سیاسی قبل از انقلاب قلوب زیادی شده بوده که بعد میدونیم که خب خیلی دوستانی مسئله رو تصحیح کردن. آنچه که من در اینجا خواستم نشون بدم این بوده که اگر ما این بحث رو بپذیریم که یافته ها به نظر میاد داره این رو نشون میده که تعداد افراد رجال مهم سیاسی جمهوری اسلامی واقعا تعداد محدودی بودن و این افراد اومدن به قدرت رسیدن، بعدش هم به مرور زمان سنشون بالا رفته، بعضی ها از این قطار انقلاب پیاده شدن، خیلی هاشون با همون سابقه زندان رفتن قبل. مثلا فکر کنین افراد مثل نهضت آزادی که در کابینه آقای بازرگان بودن ولی بعدش دیگه در بازی گرفته نشدن. بنابراین میبینیم که رقم یا درصد زندانی های سیاسی بیرون میاد. بیشترین درصد رو وقتی به کابینه نگاه میکنیم بیشترین درصد زندان رفتگان مال کابینه آقای بازرگان است که بالای 50% است، ولی بعد از اون میاد پایین. فکر میکنم الان در کابینه آقای روحانی هیچ کسی وجود نداره، اگر باشه یک نفر هست که در قبل از انقلاب زندان رفته. بنابراین به اصطلاح روندی که داره صورت میگیره کاملا معقول و منطقی است. بله. سال دوم آقای وحید وحیدیان سوال کردن آیا نسبت‌های فامیلی هم مورد نظر و بررسی بوده است؟ بله، عرض کنم که در 15 صفحه آخر این کتاب کاری که ما کردیم این است که اومدیم پیوندهای خانوادگی 10 تا خانواده مهم روحانی رو، یعنی خانواده افرادی مانند آیت الله خمینی، خامنه ای، رفسنجانی، خانواده لاریجانی، ناطق نوبی، دستغیب و منتظری و اینها رو اومدیم برشمردیم و نشون دادیم که پیوندها چه شکلی است. و به غیر از این پیوندهای میان بقیه این رجال سیاسی رو هم در کتاب آوردیم که یک لیست واقعا بلند بالایی است، فکر میکنم کاملترین لیست پیوندهای خانوادگی است. برای مثال فکر کنین اگر 2 تا برادر با هم در مجلس بودن، یا مثلا 2 تا پسر عمو، یکی در مجلس خبرگان بوده یکی در تشخیص مصلحت بوده، الان این لیست هم در کتاب اومده که فکر میکنم برای بینندگان یا خوانندگان ایرانی این مسئله خیلی شاید جالب باشه. سوال بعدی که از دوستان پرسیده که اگر از منظر سیاست گذاری و تصمیم گیری که مهمترین مؤلفه در واقعیت سیاسی موجود هست به نظر من به این هرم قدرت نگاه کنیم، واقعا بر مبنای آمار چند نفر دستن در کار این سازوکار قدرت هستند؟ بله، همینجوری گفتم واقعا برمیگرده به این که ما اون دایره نفوذ رو میخوایم چه شکلی تعریف بکنیم. برای مثال من اذعان کردم که اشخاصی که شغل رسمی ندارن ولی سنگین وزن میشه حسابشون کرد رو میخوایم چیکار باشون بکنیم، اونها رو به اصطلاح میخوایم منظور بکنیم در این کار یا نه. مثل همون نمونه آقای مکارم شیرازی یا دیگر علمایی که در به اصطلاح قم هستن، یا افرادی که در پشت صحنه هستن. برای مثال کسانی که در بیت رهبری حضور دارن و لزوماً شغل رسمی ندارن که مثلا بگیم که آقای وحید یا آقای گلپایگانی مثلا چه نوع شغل سیاسی داشتن، ولی این افراد میتونیم که به هر حال در اونجا مهم میشن. بنابراین پاسخ دادن قطعی به نظر من به این سوال یک مقدار مشکل هست، ولی آنچه که آمار نشون میده این است که اگر بخوایم واقعا افرادی رو که میشه گفت از لحاظ تعدد مشاغل به عنوان سنگین وزن‌های سیاسی در نظر بگیریم، فکر می‌کنم ما راجع به 100 نفر یا یه چیزی در این هول و هوش داریم صحبت می‌کنیم در 40 سال گذشته، که باز هم رقم بسیار کوتاهی است که نشون میده محفل کوچکی است روی هم رفته.
بله ممنونیم. آقای جعفر پویه سوال کردن که بسیاری از کارمندان جمهوری اسلامی دو یا سه اسم دارند و یا با اسم مستعار شناخته می شوند. اطلاعات این افراد چگونه غربال شده و درست دست آمده؟ ببینید، همونجور که گفتم ما رفتیم سراغ افرادی که شغل رسمی داشتن، درسته؟ یعنی باید یک جایی اسمشون به یه شکلی ثبت میشه، مثلا نماینده مجلس بودن. داریم کسانی که مثلا در مجلس اول با یک نام خانوادگی شرکت کردن و در مجلس بعدی تغییر نام دادن، با یک نام دیگه اومدن چیز کردن. اینها رو ما منظور کردیم در زندگی نامه‌ای که از اون افراد نوشته شده. ولی همونجور که گفتم، چون دسترسی ما تنها بر اساس اطلاعات عمومی بوده، آنچه در حوزه عمومی در قابل قبول بوده، در دسترس بوده، مورد استناد قرار گرفته. اگر مثلا یک فردی عرض کنم نمیدونم در سازمان اطلاعات بوده با اسم مستعار فعالیت میکرده که ما به این اطلاعات دسترسی نداشتیم، به طور مشخص برای نمیتونستیم اونها رو در این بانک اطلاعاتی وارد بکنیم. ولی چون افراد مشاغل رسمی داشتن، به هر حال یک اسمی رو با خودشون یدک میکشیدن، ما اون اسم رو گذاشتیم مبنا. در توضیحی که در مقدمه کتاب هست اعلام کردیم که چه شکلی این زندگی نامه ها رو تهیه کردیم. این زندگی نامه ها واقعا با زجر فراوان تهیه شده، از منابع بسیار بسیار زیادی، منابع رسمی، مثلا فکر کنید کتاب های آشنایی با نمایندگان مجلس یا کارنامه وزرایی که مثلا دولت بیرون میده، تا وبسایت های خودشون، تا آگهی های ترحیم افراد که مثلا میخواستیم تاریخ دقیق مرگ یا تولد افراد رو بتونیم به دست بیاریم، و منابع بسیار بسیار زیاد دیگری. به دانشگاه ها رجوع کردیم، در خیلی مواقع بودن در رابطه با خارج از کشوری ها که مطمئن شیم که مثلا افراد وقتی تز دکترا یا تز فوق لیسانس نوشتن تحت چه اسمی بوده در خارج از کشور. بله سپاس. سوال دیگه، دوستی سوال کردن که آیا ممکن است که در آینده بخواهید پژوهش مشابهی با موضوع نهاد دانشگاه در ایران انجام دهید؟ چه کسانی تصویر شدند؟ چه کسانی بر جای آنها نشستند؟ چه شبکه روابط خانوادگی بین مسئولان و فرزندان آنها در ایران و در دانشگاه‌های خارج کشور وجود دارد؟ کدام دانشگاه‌های خارج بیشتر مقصد آنهاست؟ اینکه این آقازاده‌ها بعداً چه جایگاهی در آکادمی می‌گیرند؟ نه، حقیقتا من برنامه ندارم که یه چنین پروژه‌ای انجام بدم. الان مشغول نوشتن کتاب بعدی هستم و که چه یه مدتی سرمو گرم خواهد کرد، ولی بعد از اون هم میخوام برگردم و یک سری مطالبی که واقعا در همین کتاب نهفته است و قصد این است که تحلیلشون بکنیم، اونها رو به شکل مقاله بیرون بدم. فکر میکنم پروژه‌ای که این دوستمون داره مطرح میکنن شاید بهتر است این نفر در درون کشور که دسترسی راحت تری دارن به نظام دانشگاهی انجام بدن، تا یه نفر خارج از کشور که براش سخت خواهد بود که تمام این افراد رو و نهادهای مختلف آموزشی رو بشناسه. بله. و یکی از دوستانم سوال کرده که چگونه می توانیم نسخه فیزیکی این پژوهش ارزشمند را تهیه کنیم؟ عرض کنم که این کتاب فعلا از طرف هم انتشارات دانشگاه سیراکوز یونیورسیتی پرس که ناشر هست و هم در آمازون قابل خرید هست، چه در اروپا، چه در کانادا و امریکا. عرض کنم که کتاب فروشی بارنز اند نوبلز نسخه الکترونیک کتاب رو هم می فروشن که اگر به سایت بارنز اند نوبل برین و اسم تایتل کتاب رو به انگلیسی که هست پست ریولوشنری ایران پولیتیکال هند بود اونجا بذارین، میتونین که کتاب رو تهیه بکنین. در رابطه با ایران عرض کنم که کتاب رو ما فعلا در دست ترجمه داریم در ایران، امیدوارم اجازه چاپ پیدا بکنه و اگر اینجوری بشه کتاب رو در دو جلد بیرون خواهیم داد. یک جلد زندگی نامه این 2300 نفر خواهد بود و جلد دیگر آمار و ارقامش رو برها دارم دوستان روی مسئله الان کار. بله. سال جدید وارد شده و اینکه با توجه به اینکه خواستگاه درصد بالایی از افراد کشاورز و یا روستایی بوده، آیا می شود گفت که انقلاب اسلامی با یک خواستگاه روستایی و کشاورزی
آشوبی بر علیه شهر و صنعت یا مدرنیزم بوده است. ببینید، حالا اینو فکر میکنم بازم میشه محققین نظرات مختلفی داشته باشن. آنچه برای من واقعا چشمگیر هست، بله، این هست که چقدر این افراد از به اصطلاح جایگاه های روستایی وارد سیاست ایران شدن، که خب با در نظر گرفتن اینکه بسیاری از پدران این افراد مشاغلی مانند کشاورز یا روحانی داشتن، قابل درک است که این افراد از اینجا اومدن. ضمناً در خاطر داشته باشیم که در ایران راه بالا رفتن از سکوهای سیاست هم برای بسیاری با شرکت در جنگ به وجود اومد. یعنی بسیاری افراد بودن که افراد گمنام از روستاهای مختلف که عازم جبهه های جنگ شدن، در جبهه به اصطلاح اسمی برای خودشون تهیه کردن و بعد از اون برگشتن به محلشون و تونستن از اونجا وارد سیاست بشن. بنابراین این مسئله بسیار مهم است که ما نگاه بکنیم که این افراد چه شکلی وارد این مدار سیاست شدن. این رو هم اجازه بدین اضافه کنم در گیومه، و اونم این است که برای ما خیلی مهم بود در این تحقیق که یه چیز دیگه که بهش نگاه بکنیم این بود که دقیقاً آخرین شغلی که افراد قبل از اینکه وارد این پوزیشن های مهم سیاسی بشن چی بوده رو ذکر بکنیم. و اینجا براتون باید بگم که دو تا نهاد بسیار بسیار چشمگیر میشن، یکی این که بوروکراسی جمهوری اسلامی و یکی هم نظام دانشگاهی. اینها دو تا نهادی هستن که اکثریت افرادی که به مدارج بالاتر رسیدن اومدن و از این دوتا جلو رفتن، که بازم کاملا با منطق میخونه. ببینین اکثریت این افراد جمهوری سیاست مداران جمهوری اسلامی تحصیل کرده ایران هستن و نه خارج از کشور. خب منطقی است که به هر حال یک به اصطلاح تماسهایی در سطح دانشگاه داشتن، با پایین اومدن کیفیت تحصیلی برای خودشون یک شغل دانشگاهی استاد و غیره هم تونستن تهیه بکنن، و ضمناً برای امرار معاش جایی که تونسته این افراد رو در دل خودش جا بده عمدتاً بوروکراسی عریض و طویل جمهوری اسلامی بوده، نهادهای چه به اصطلاح انقلابی که بعد از انقلاب تأسیس کردن، چه نهادهایی که از قبل بوده. بنابراین این افراد در این نوع حوزه ها پرورش یافتن. حالا در پاسخ سوال دوستمون که آیا این به اصطلاح شورشی است بر ضد مدرنیسم، من حقیقتاً مطمئن نیستم، چون به هر حال این افراد با این جور نهادها متحول شدن. این فردی که حتی اومده رفته به دانشگاه آزاد و اونجا تحصیل کرده، امروز نگاهش متفاوت شده، اون سلفونی که در جیبش گذاشته امروز چیزی دیگر رو دلالت میکنه بر نگاهی که میتونه به دنیا داشته باشه. ولی به هر حال باید جایگاه جغرافیایی و طبقاتی افراد رو حتما بهش نگاه جدی کرد. بله، ممنون. خانم آزاده کریمی سوال کردن آیا یک الگوی انتقال قدرت در این تحقیق به دست آمده است؟ قدرت چطور در بین روحانیون و سپاه تقسیم می شود؟ یک سوال دیگر این که قدرت در نزد روحانیون بیشتر است یا سپاه؟ ببینین امروزه در محافل آکادمیک غرب و من جمله در ایران یک بحث جدی در گرفته، و بحث هم این است که در ایران کی دست بالا رو داره واقعا؟ آیا این نهاد روحانیت هست به خاطر سیستم ولی فقیه که حرف آخر رو خواهد زد، یا اینکه این سپاه افراد سپاه که دارن در نهادهای مختلف شرکت میکنن؟ نظر اول تز سلطانیسم رو مطرح میکنه، میگه در ایران ولی فقیه به شکل یک سلطان عمل میکنه، و همونجور که مثلا سلاطین عرض کنم امپراتوری عثمانی و غیره پاسخگو نبودن، در جمهوری اسلامی هم ولی فقیه پاسخگوی دیگری نیست. نظر دوم ولی معتقد است که قدرت واقعی قدرتی است که در دست سپاه نهفته شده و به اصطلاح روحانیت حالت تزیین مجلس رو دارن، و این روحانی و این به اصطلاح سپاه است که اگر دعوای جدی بین اون دو تا صورت بگیره، برای با توسل به تفنگ و مسلسل خودش میتونه روحانیت رو بخواد از صحنه بیرون بکنه. به نظر من هنوز ما واقعا پاسخ جدی به این مسئله نداریم. فکر میکنم یه مقدار نیازمند بررسی های جدیتر تئوریک و امپیریکال هست.
اونجی که تا به حال این کتاب به من اجازه میده راجعش حرف بزنم، اما این هست که ما میبینیم که روحانیت داره به اصطلاح اون رنگ و جلایی رو که در سیاست داشته داره کم رنگتر میشه. برای مثال ببینید، در اول انقلاب در مجالس اول و دوم، به خصوص در مجلس دوم، 56% نمایندگان مجلس روحانی بود. 56%. درسته؟ امروزه این رقم رسیده به یک رقم به اصطلاح یک رقمی، 1% یک رقمی. یعنی ما چیزی حدود 50% نزول روحانیت داشتیم. که خب این قابل بحث است از این بابت که آیا این به معنی این هست که مردم به روحانیت رأی نمیدن، یا اینکه روحانیت تصمیم گرفته که چرا بیاد وارد بازی انتخاباتی بشه وقتی میتونه درهای دیگری براش باز باشه و به نهادهای غیر انتخابی وارد بشه و بتونه با توسل به اونها منافع اقتصادی و سیاسی خودش رو به اصطلاح تحکیم ببخشه. این یک مسئله است. و همونجوری که گفتم، نقش سپاه رو هم به نظر میاد در همه حوزه ها داره سنگین‌تر میشه. نقش سپاه و نقش افرادی که جبهه رفتن، که این دوتا البته کاملا با هم یکی نیستن، میدونیم همه این مسئله رو، ولی کسانی که جبهه جنگ رفتن هم، اونها رو هم که نگاه میکنیم میبینیم که در بازگشتشون سهم اونها هم در این مدارج قدرت رو به فزونی بود. عطف به اون سوال قبلتر در ارتباط با خواستگاه روستایی یا نه، سوال دیگه مطرح شده که کلیت این نظام را از منظر طبقاتی در چه موقعیتی در نهایت میتوان قرار داد؟ از من تحلیل خود من این است که اگر به اصطلاح خواستگاه افراد نگاه بکنیم، میبینیم که یک خواستگاه، یک جایگاه آنچه در ادبیات مارکسیستی بهش میگن خرد بورژوازی پایین، این شاید بهترین بیان هست که من میتونم استفاده بکنم برای تبیین جایگاه طبقاتی اکثریت رجال جمهوری اسلامی. اینی که امروزه به کجا رسیدن و نمیدونم کجای شهر زندگی میکنن، چقدر پول دارن، این حرفا یک حرف کامل دیگر هست. برای ما باید سیر 40 ساله رو منظور بکنیم در این رابطه، ولی اگر در اصطلاح برای هر کس مقطع شروع، اون جایگاه پرش، زمان پرش رو بخوایم در نظر بگیریم، فکر میکنم دقیق در این تحلیل این خواهد بود که بله، اینا خرده بورژوازی کوچک هستن که یا پایینی جامعه هستن که به مدارج بالا رسیدن. بله ممنون. سال دیگر مطرح شده، از آنجایی که انتصابات و شغلها از لحاظ قدرت حائز اهمیتن، آیا دسترسی به توان اقتصادی این افراد هم مورد بررسی قرار گرفته است؟ نه خیر. یکی از کارهایی که ما تصمیم گرفتیم به هیچ وجه در این کتاب انجام ندیم این بود که به واقعا به مسائل اقتصادی وارد نشدیم. چرا؟ چون واقعا عدم بودن شفافیت در این مسئله و اینکه برای دغدغه اصلی ما هم دغدغه سیاست بود و شناخت رجال سیاسی و نه لزوماً رجال اقتصادی، وارد این مسئله نشدیم. انتصاب ها رو از اون راهاز رو هم به اصطلاح بررسی نکردیم، چون واقعا عدم شفافیت وجود داره. دوستان میدونم که به هر حال، برای مثال فقط به عنوان طرح مسئله و مشکل رو خدمتتون عرض کنم. ببینید، روحانیت عمدتا اسامی خانوادگی که دارن، نام های خانوادگیشون، نام های واقعیشون که نیست، اونها عمدتا بر اساس اون شهری که اومده بودن و وارد به اصطلاح حوزه‌های علمیه شدن، مثلا به یارو گفتن تبریزی، قومی، نمیدونم بروجردی یا هر چیز دیگه، و لزوما این اسم فامیلشون نیست، ولی بچه‌ها عمدتا با اسم فامیل واقعی خودشون که متفاوت با پدران هست وارد شده. بنابراین موشکافی اینی که به اصطلاح افراد پیوندهای اقتصادیشون به کجا میرسه، لازمه این هست که شما دقیقاً وارد باشین و بدونین که اسامی خانوادگی افراد چه شکلی بین اصطلاح پدران و نسل فرزندان تغییر پیدا کرده. این در کار ما نبوده. البته این مژده رو باید بدم که یکی از دوستان در دانشگاه UCLA فعلا مشغول تحقیقی هستند در رابطه با به اصطلاح افرادی که در شرکت‌های
سهام شرکت های بزرگ در ایران در دست برن. امیدوارم تحلیل ایشون بیرون بیاد، یک مقدار شفافیت اوضاع اقتصادی ایران رو هم میشه در اون تحلیل این همکارمان یافت. بله، سپاس. سوال دیگه که مطرح شده، پرسیدن که مشخص شده در این تحقیق که چند درصد قدرت در جمهوری اسلامی بر اثر مرگ از جریان قدرت خارج شده، خصوصا در ابتدای انقلاب روش خروج از قدرت معمولا به چه صورت بوده است؟ ببینین، یکی از چیزهای جالب این است که 85 درصد این 2300 نفری که ما در این کتاب تحقیق راجبشون کردیم هنوز زنده هستن و این افراد نمردن، هنوز دارن شغل میگیرن، یا بعضی هاشون هم که خب سیاست رو گذاشتن کاملا کنار و رفتن بیرون. واقعا فرد به فرد فرق میکنه. ما افرادی داشتیم که نماینده بودن و استعفا دادن، در همون دوران نمایندگی خودشون استعفا دادن و رفتن بیرون. افرادی داشتیم که به اصطلاح از مجلس بیرونشون کردن، مثلا آقای احمد سلامتیان که به خارج از کشور اومدن به خاطر نزدیکیشون با آقای بنی صدر و غیره. افرادی بودن مثل نهضت آزادی و دیگران که در اول انقلاب موقعیت‌های مهمی داشتن ولی به تدریج از بازی کنار گذاشته شدن. آنچه که مشهود هست این است که در نهادهای مانند مجلس، بله، افراد میتونن بیان یک دوره به اصطلاح نماینده باشن و غیره و بعد عمدتاً بیرون میرن، همونجوری که گفتم. ولی در نهادهای غیر انتخابی، در نهادهای انتصابی است که میبینیم تداوم بسیار بسیار چشمگیر میشه. افرادی هستند که برای مثال مثل آقای جنتی که تقریبا در تمامی ادوار مختلف مجلس خبرگان حضور داشتن، درسته؟ بنابراین باید اگر به زندگی نامه هر کدوم از این 2300 نفر که در کتاب اومده شما نگاه بکنید، کاری که ما کردیم اومدیم چون همه لیست مشاغل افراد رو گذاشتیم زیر نام هر کس و همین که یه توضیح داده شده که مثلا آقای فلانی این شکلی وارد شد یا نمیدونم عضو این حزب سیاسی بود و غیره و غیره، یعنی اطلاعاتی که تکمیل میکنه یک شمای دست میده از اینکه چه شکلی افراد بالا اومدن در این نظام. بله. و اینجا کار آخرین سوال که به نوعی تو سوالات قبلی هم مشابهاتی داشت این هستش که آیا فکر نمی‌کنید قدرت در دست ائتلافی از مؤمن و مکلا و نظامی که مافیای اقتصادی را تشکیل دادن قرار دارد؟ والا با بخش اولش که کاملا موافقم، فکر میکنم که وقتی برمیگردیم این سه تا مشخصاتی که برشمردن این دوستمون کاملا به اصطلاح تسخیر میکنه اون تصویری که از این رجال سیاسی هست. در مورد بخش دومش اجازه بدین که بگم متاسفانه چون حوزه کارم نبوده اظهار نظر کارشناسانه واقعا نمیتونم بکنم. به هیچ وجه بعید نیست که بله این افراد به خاطر این محول کوچیکی هست مدارها و نهادهای مهم اقتصادی رو هم در دست دارن، ولی من ترجیح میدم بتونم ادعاهام و حرفام رو بتونم با کمک آمار و ارقام و اطلاعات دقیق صحبت بکنم و در این زمینه متاسفانه چنین امکانی برای من وجود نداره. بله، این سوالا بودن. خیلی سپاسگزارم از آقای دکتر بوجهدی. اگر آقای دکتر بوجهدی فرمایشی دارن بفرمایند، اگر نه که میتونیم وبینار رو به پایان ببریم. نه، من فقط خواستم تشکر کنم از شما برای کارهای فنی این مسئله و از دوستانی که شرکت کردن. امیدوارم که اطلاعاتی که داده شد مورد استفادهشون بتونه قرار بگیره. بازم تشکر میکنم و پوزش از مشکلاتی که پیش اومد. سپاسگزارم. روز همگی خوش.